از ماه آگوست سال 2020 افرادی که از پوشیدن ماسک در شهر لس آنجلس خودداری می کنند باید تا $2,000 جریمه پرداخت کنند. با وجود آن کسانی وجود دارند که هنوز از پوشیدن ماسک خودداری می کنند. علی رغم شواهد علمی که پوشیدن ماسک در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کمک می کند. رومن دریک یکی از آنهاست. او ماسک نمی پوشد و معتقد است که این مقررات جدی شیوه برای کنترل مردم است، نه اینکه آنها را در امان نگه دارد. احساس می کنم برخی از واکنش هایی که از این افراد دیدم نوعی تسلیمی است. برای همراهی با جامعه فعلی ما باید کاری را انجام دهیم که مسئولین خواهان آن هستند. من نمی خواهم این کار را بکنم، زیرا این شیوه آمریکایی نیست، این راهی نیست که من بزرگ شدم. در گذشته پلیس لس آنجلس به دلیل نرمش بیش از حد نسبت به کسانی که ضد پوشیدن ماسک هستند مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما افسران پلیس میگویند که آنها سعی میکنند اوضاع را به جهت تنش‌زا نسازند. بیشتر افرادی که ماسک میپوشند میگویند این کار را نه تنها برای محافظت از خود بلکه برای محافظت از جامعه انجام میدهند. احساس می کنم برای من و دیگران نیز معصوم است. منظورم این است که ما هرگز نمی دانیم. من دوستان و اقارب را می شناسم که بدون داشتن علائم نتیجه آزمایششان مثبت بوده است. بنابراین من فقط می خواهم زنده باشم. ناحیه لس آنجلس در تمامی ایالات متحده اولین محل است که شمار مبتلایان ویروس کرونا در اینجا اخیراً به بیش از 1,000,000 نفر رسید. و در هر 7 دقیقه یک تن به دلیل این ویروس جان می بازد. اکنون زمان است که تا حد امکان از تماس با کسانی که در خانه شما نیستند جلوگیری کنید. وقتی مجبورید برای کار یا خدمات ضروری بیرون بروید، همیشه ماسک بپوشید، فاصله خود را با دیگران حفظ کنید. اریک گرسیدی شاروال لس آنجلس در تلاش است تا با این مشکل مقابله کند. وی از طریق روزنامه لس آنجلس تایمز خطاب به کسانی که ضد ماسک هستند گفت: ما را در این مورد آزمایش نکنید، زیرا خود را در زندان خواهید یافت، بازداشت می شوید یا با پیگرد قانونی روبرو خواهید شد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدا.